راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام شد. گام بعدی چه خواهد بود؟ این یک راهبرد بسیار جامعی است. سیاستی است که تمامی عناصر قدرت را در خود جا داده است. از قدرت نظامی تا قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی. بنابراین این یک راهبرد متمرکز است و من آن را برخواسته از کار خوب رئیس جمهور ترامپ می دانم. زیرا وی درباره کارمان در افغانستان پرسش های بسیار جدی و سازنده داشت. پس تمامی اعضای تیم امنیت ملیش و تمامی ما را در اینجا زیر فشار قرار داد و پرسش های سختی پرسید. نتیجه نهایی این روند که ماها را در بر گرفت این بود که ما به بهترین دیدگاه رسیدیم. نه تنها برای افغانستان بل برای منطقه. انتقادهایی هم وجود دارند که این راهبرد بیشتر بر نیروی نظامی متمرکز است. آیا میتوان این جنگ را تنها با میلی تفنگ برد؟ نه. فکر میکنم که این یک سیاست کلی است که آمیخته شده از حکومتداری، توسعه اقتصادی، روند صلح و مصالحه است. سرانجام این سیاست درباره فشار بر دشمنان در زمین جنگ نیست، بل فشار آوردن بر هراس افغانان و طالبان است که در نهایت آنان را بر میز گفتگو بکشاند که یک روند صلح بر رهبری خود افغانها خواهد بود و این راه حل نهایی برای بیرون رفت مشکل از افغانستان است. دور پیش که شما در این کشور ماموریت داشتید در حدود 100 هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، اما نتوانستند افغانستان را به سوی صلح بکشاند. چه تضمینی وجود دارد که 5 هزار نیروی نظامی و یا بیشتر از آن به این روند کمک کند؟ این واقعا درباره شمار سربازان نیست، چرا که سربازانی که میآیند نیروهای جنگی نیستند، بلکه آنان برای آموزش دهی و مشوره دهی میآیند. در حال حاضر نیروهای افغان 98% جنگ ها را رهبری می کنند و این روی کرد است که از سوی خود افغان ها رهبری می شود. از همین رو بسیار مهم است. اما این مشکل جدی است. آنان در برخی موارد جنگ را می بازند. روزانه در حدود 20 تنشان جان می بازند. بله، این یک نبرد دشوار است. هیچ کدام ما مشکلاتی را که آنان با آن روبرو هستند دست کم نمی گیریم. اما باز هم وقتی که من در سالهای 2012 و 2013 میلادی اینجا بودم نیز این پرسش ها را داشتم که ظرفیت های نیروهای افغان واقعا تا چه اندازه است. زمانی که نیروهای ناتو در رهبری و خط نخست نبرد بودند و آنان در پشت جبهه بودند، حقیقت این است که من 5 سال بعد اینجا می آیم و از پیشرفت هایی که نیروهای امنیتی افغان داشتند شگفتی زده می شوم. آنان راه درازی را پیموده اند. نیروهای امنیتی افغان بسیار شجاع هستند، اما نهادهای امنیتی به اصلاحات جدی نیاز دارند. و با طالبان به بنبست خوردند، جایی که نیاز بود شما مداخله کنید. فکر می کنم که اوضاع در حالت نبرد فعلی تغییر چشمگیری داشته است. اگر شما ببینید که اوضاع یک سال پیش در کندوز چگونه بود، در اروزگان، در کندهار و در هلمند، اگر شما بر سراسر افغانستان ببینید کاملا اوضاع متفاوتی را می بینید. طالبان در حالت دفاعی قرار دارند. تحلیلی که من از اوضاع دارم و یا بهتر بگویم که باور دارم که روحیه طالبان ضعیف است، اما نیروهای افغان از روحیه بالایی برخوردار هستند. اراده ایالات متحده آمریکا در این باره بسیار روشن است که ما هیچ جایی نمی رویم و این که ما مانند گذشته زمانی که ما برای کارمان مهلت داشتیم عمل نخواهیم کرد. این بار روی کردمان بر بنیاد زمان نه بل بر بنیاد شرایط و اوضاع خواهد بود و ما تا هنگام اینجا خواهیم ماند که کار به پایان برسد. این تنها به معنی از بین بردن کامل دشمن نیست، بل سرانجام طالبان متقاعد خواهند شد که آنان از راه نظامی پیروز نخواهند شد و طالبان امید پیروزیشان را از راه نظامی نداشته باشند. و این بدین معناست که ما سربازان آمریکایی را برای پشتیبانی از نیروهای افغان در میدان جنگ برای سالها خواهیم داشت. میتوان بگوییم که برای 10 سال یا 15 سال دیگر نقش سربازان آمریکایی و سربازان ناتو در اینجا آموزش، کمک و مشوره دهی است. ما نیروهای افغان را با آموزش دادن و مشوره دهی پشتیبانی میکنیم. به هر اندازه‌ای که زمان بگیرد ما به افزایش ظرفیت ها و توانایی های نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد و ما در حال به دست آوردن نتیجه بسیار خوب هستیم. نقشه راه 4 ساله تمدید عصری و معیاری شدن نیروهای افغانستان را نشان می‌دهد. ما 160 هواپیما در چارچوب نیروهای هوایی افغانستان اضافه خواهیم کرد. ما در گام نخست 4 چرخ بال بلک هاک را به افغانستان سپردیم که در مراسم تسلیم دهی آن رئیس جمهور غنی و جنرال نیکلسن در کندهار حضور داشتند.
چنین گام‌ها به گونه انقلابی ظرفیت‌های نیروهای هوایی افغانستان را افزایش خواهند داد. گام‌های بعدی کار برای دو برابر ساختن نیروهای ویژه است. این نیروها از 15,000 به 30,000 افزایش خواهند یافت و این روند در مسیر درست آن در حرکت است. من سالها گواه بودم و این یک واقعیت است که هیچگاه ما گواهیان نبودیم که طالبان نیروهای ویژه افغانستان را شکست داده باشند. هیچ رویدادی رخ نداده است. میتوانم بگویم که نیروهای ویژه افغانستان از بهترین نیروهای ویژه در منطقه هستند. اما طالبان در چندین ولایت بخش‌های را زیر اداره‌شان دارند. کندوز دو بار به دست طالبان سقوط کرد. اما فکر نمی‌کنم که اکنون ما گواه چنین اوضاع باشیم. اوضاع تغییر کرده است. من فکر می‌کنم که اکنون نیروهای امنیتی افغانستان ابتکار و تحرک را در دست دارند و طالبان در حالت دفاعی به سر می‌برند. آنان با شکست‌های بزرگی روبرو شدند. در سال‌های 2009 و 2010 میلادی در اوج حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، آنچه را که ماه گواه بودیم پشتیبانی همه شمول منطقه از ماموریت غربی در افغانستان بود. حتی روسیه و ایران نیز از این ماموریت پشتیبانی می‌کردند. آنان آشکارا با حضور گسترده نیروهای آمریکایی مخالفت نکردند. اما امروز کسانی هستند درباره حضور نیروهای آمریکایی و غربی پرسش‌های را مطرح می‌کنند. این پرسش‌ها اکنون بیشتر از سوی ایران، روسیه، چین و حتی پاکستان مطرح می شوند. این کشورها فکر می کنند که این راهبرد افغانستان را به سوی صلح نخواهد برد. آیا این شک منطقه‌ای در برابر این راهبرد برای شما نگران کننده نیست و شما همکاران منطقه‌ایتان را از دست نداده اید؟ نخست باید بگویم که ما همکاران منطقه‌ای داریم، مانند هند که یک همکار بسیار نیرومند ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا است و بسیار پشتیبان اقتصادی افغانستان است. بنابراین هند یک نقش اثرگذار و بسیار مهم داشته است. چین نیز بسیار همکار خوب بوده است. چین می‌داند که ثبات در افغانستان به سود امنیت ملی‌اش است. فکر می‌کنم که چین نقش بسیار فعال و اثرگذاری بازی می‌کند. و آنان نیروهای افغان را نیز مسلح می‌سازند. تا اندازه و یقیناً چین در موقعیت قرار دارد که از نفوذش بر پاکستان استفاده کند تا پاکستان را بیشتر درباره پناهگاه‌های طالبان در خاک این کشور همکار بسازد. اما باید بگویم که از نگرانی های از جانب برخی دیگر از بازیگران منطقه‌ای وجود داشتند که بخشی از آن از بهر فاصله میان دو اداره در ایالات متحده آمریکا بوده است. درست، این تنها منطقه نیست که نسبت به این راهبرد به گونه پیش بینی شده یا نامنتظر واکنش منفی نشان داده، بل عناصر بزرگ در درون کشور مانند رئیس جمهور کرزی نیز با این راهبرد مخالفت نشان داده است و ای گفته است که این راهبرد افغانستان را به سوی صلح نخواهد برد. چگونه این نگرانی ها را مدیریت خواهید کرد؟ من درباره گفته های رئیس جمهور کرزی چیزی نمیگویم، اما آمار من این است که در کل مردم افغانستان از حکومت پشتیبانی می کنند و پشتیبان حضور بین المللی در این کشور هستند. آنان می دانند که طالبان بدیل خوبی برای حکومت نیستند. مردم این کشور فراموش نکردند که طالبان با این کشور چه ها کردند. واقعا دوره طالبان دوره تاریکی بود. افغانستان مشکلات زیادی دارد، اما پیشرفت های چشمگیری نیست در 15-16 سال اخیر داشته است. با تمامی مشکلاتی که ما داریم، تهدیدهای هراس افغانی، موضوع فساد، ناکارآمدی حکومت، مشکلات زیادی بودند، فقر و دیگر مشکلات. اما واقعیت این است که این کشور پیشرفت‌های زیادی در 15-16 سال اخیر داشته است. مهم است که ما همیشه آن را به یاد داشته باشیم. فکر می‌کنم که مردم افغانستان درک خوبی دارند. آنان می‌دانند که باید صبر و شکیبایی داشته باشند و سرانجام می‌دانند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است. درباره پاکستان که بدون شک بخش بسیار مهم و همچنان بحث برانگیز راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا برای منطقه است، چه چیزی باعث شد که ایالات متحده آمریکا پس از سالها متوجه شود که پاکستان بخشی از مشکل است تا راه حل؟ فکر می کنم که در اداره بوش و اداره اوباما این درک وجود داشت که پاکستان عنصر مهم در پیشرفت در منطقه است. اما رئیس جمهور ترامپ و ادارهش به این موضوع بیشتر توجه کرده است و این درک وجود دارد که بدون همکاری پاکستان موفق شدن در منطقه بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین رئیس جمهور، وزیر خارجه‌اش و مقامات دیگر این اداره بیانات روشن درباره روابط ما با پاکستان داشتند تا
پاکستان بداند که همه ما منافع مشترک داریم. شما در فهماندن پاکستان در 16 سال گذشته ناکام بوده اید. تعجب می کنم که چگونه یک عصای جادویی را به کار خواهید گرفت که آنان را این بار به این باور متقاعد بسازید. فکر می کنم ما اکنون در نقطه قرار داریم که ایالات متحده آمریکا آشکارا اعلام کرده است که روابط با پاکستان بسیار بسود پاکستان خواهد بود. اگر پاکستان درباره پناهگاه های طالبان در این کشور با ما همکار باشد و ما را کمک کند تا طالبان را بر سر میز گفتگو بیاوریم. اما این یک تقاضای تازه نیست. فکر می کنم این موضوع به گونه بسیار روشن بیان شده است و من از مدت ها بدین سو اوضاع افغانستان را دنبال می کنم و فکر می کنم که این اداره سیاستش را بسیار روشن بیان کرده است و روابط من را با پاکستان نیز بسیار روشن بیان کرده است. پس بیایید تا چند ماه دیگر صبر کنیم. فکر می کنم ما مشارکت خوبی داشته ایم. فکر می کنم که دیدار جنرال باجوا از کابل یک گام مثبت است و حضور وی خوش بینی های ایجاد کرده است. آخرین نشستی که وزیر خارجه پاکستان با وزیر خارجه تلارسن داشت، موضوعاتی را در این باره مطرح کردند. و آیا گفتند که آنان به دنبال طالبان خواهند رفت؟ من نمیخواهم درباره جزئیات نشست چیزی بگویم، اما میخواهم بگویم که ما گفتگوهای اثرگذار با پاکستانی ها داشته ایم و کارهای تعقیبی دیگری با پاکستان نیز خواهیم داشت. هدف این است تا با پاکستان گفتگوهای راهبردی داشته باشیم، همه چیز را بر سر میز بگذاریم و این درباره ملامت کردن پاکستان نیست، بل داشتن گفتگوی بسیار راهبردی با پاکستان است. این گفتگوها منطقه را در بر دارد، افغانستان را در بر دارد و روابط میان دو کشور را در بر دارد. میدانم رئیس جمهور کرزی 20 بار به پاکستان سفر کرد. نشست های زیادی به رهبری کشورهای گوناگون مانند بریتانیا، ترکیه، چین و آمریکا برگزار شدند. این نخستین بار نیست که شما گفتگوی راهبردی با پاکستان داشته اید. پس مردم حق دارند که این پرسش را مطرح کنند که این تلاش ها این بار نتیجه دلخواهی خواهد داشت. اگر نه، چه کاری دیگری می توان انجام داد؟ رویکردی که ما داریم فکر می کنم یک رویکرد درست است، زیرا بسیار متمرکز و اصلاح شده است و خوبی اداره ایالات متحده آمریکا این است که درباره پاکستان کار کند و آنان را بیشتر دخیل سازد. همان گونه که پیشتر گفتم، فکر می کنم که ما هنوز هم فرصت داریم و موضوعات دیگر این که می خواهم به همان بحث جدول زمان بندی برگردم. تا هنگامی که بازیگران منطقه به شمول پاکستان و رهبری طالبان بدانند که نیت ما بیرون شدن از افغانستان و منطقه است، آنان به جنگ و خشونت‌هایشان ادامه می‌دهند. اما اداره ایالات متحده آمریکا بسیار روشن ساخته است که ما جایی نمی‌رویم. ما به خاطر منافع مشترکمان تا هنگام اینجا باقی خواهیم ماند که پیروز شویم. بدترین اتفاقی که برای منطقه و جهان اتفاق افتاده می‌تواند بی‌ثبات شدن افغانستان خواهد بود. شما توافقنامه ای را با حکومت افغانستان نهایی کرده اید که بر بنیاد آن کارهای زیادی هستند که حکومت افغانستان نیز انجام دهند. نمی شود همیشه دیگران را ملامت کرد. این توافقنامه شامل پیشرفت در روند صلح، اصلاحات، حکومتداری خوب و توسعه اقتصادی است. آیا پیشرفت هایی در این بخش ها صورت گرفته است؟ این توافقنامه نام کارهای دیگری هستند که در حال حاضر انجام می شوند. برخی از این کارها در میان مدت و برخی از این کارها در دراز مدت انجام می شوند. یعنی از اکنون تا سال 2020 میلادی. ما نشست های ماهانه داریم که در کمیته های گوناگون مانند کمیته حکومتداری، کمیته اقتصادی، کمیته امنیتی و در کمیته صلح گفتگوها انجام می شوند. این نشست ها درباره ما نیستند. این افغان ها هستند که اصلاحات می خواهند و من از این خواست آنها بسیار خرسند هستم. این کار در مسیر درست آن در حرکت است. حکومت در این باره اراده نیرومند دارد. پس اگر خرسند هستید، آیا می توانیم بگوییم که فساد در حکومت افغانستان نسبت به 2 یا 3 ماه گذشته کمتر شده؟ نه، کاملا نه. اما اعلام راهبرد مبارزه با فساد اداری که یک راهبرد رهبری شده و از آن افغان هاست و یک راهبرد جامع است، تمامی موارد مبارزه با فساد را در افغانستان در خود جا داده است. این راهبرد اکنون به مرحله عملی رسیده است.
اگر به توافق نامه ببینید، در هر چهار موردی که ما صحبت کردیم، راه های مبارزه با فساد را دارند و این بسیار مهم است. ما می دانیم که فساد یکی از مشکلات جدی این کشور است و به عبارت دیگر سرطان است که حکومت را از درون می خورد. تلاش های رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله در بخش عملی راهکارهایی که پیشرفت اقتصادی به سطح کلان داشته است، آنها بنیاد برای رفتن به پیش ساختند. با درآمدهای دولت ببینید، در 3 سال اخیر درآمدهای دولت نزدیک به 40% افزایش یافتند. این در مقایسه با حکومت پیشین بیشتر شده است. معمولا چیزهایی که در کشورهای رو به توسعه رخ می‌دهد این است که بازرگانان نمی‌خواهند مالیه بپردازند و مقام‌های دولتی می‌خواهند که از این بازرگانان رشوه بگیرند. پس درآمدها هم ناچیز می‌باشند. واقعیت این است که افغانستان توانسته است درآمدهایش را تا این پیمان افزایش دهد. پس می‌توان گفت که این حکومت صادق‌تر از حکومت پیشین است و این واقعیت امروز روشن شده است. ما هنوز هم وزیران و حتی معاون رئیس جمهوری داریم که مصرف برقشان را تحویل نمی کنند و نام آنان در صدر فهرست بدهکاران شرکت برق قرار دارند و رئیس جمهور غنی پرونده کابل بانک را در هفته نخست کاریش باز کرد. هنوز هم این پرونده نهایی نشده است. اگر بخواهیم منصفانه در رابطه به حکومت داری گفتگو کنیم، باید گفت که معاون رئیس جمهور در تبعید قرار دارد و این نشانه دیگری از حکومت داری در کشور است. در این زمینه تحقیقات جدی در جریان هستند که پرونده آقای دوستم معاون رئیس جمهور نیست مشمول آن است. این یک پرونده قضایی است. نمیخوام در این باره چیزی بگویم، اما میبینم که این روند به پیش میره. بسیار آهسته. خب امکان دارد. این یک پرونده پیچیده است. نیازی نمیبینم که درباره آن نظر بدهم، اما چیزی که میبینم هم نظری درباره پیگرد پرونده معاون نخست رئیس جمهور در سطح رهبری حکومت وحدت ملی است. یا هم نظری درباره اینکه این پرونده را پیگیری نکنند. به نظر من موضوع این است که معاون نخست رئیس جمهور اکنون در کجاست؟ دقیقاً پرسش همین است. به باور من حکومت اقدام کرده است و این روند حقوقی به پیش می رود. همین که وای به گونه غیر فعال کار می کند غیر معمول است. به نظر من همین که وای به گونه فعال در کارهایش دخیل نیست نشان می دهد که پرونده در مسیر درست آن در حرکت است. او در ترکیه است و والیان، جنرالان به دیدن او می روند و او در آنجا یک زندگی مجللی دارد. او در سیاست افغانستان دخیل است. فکر می کنم بحث اینجاست که ما معیار را برای عملی ساختن قانون در کجا تعیین می کنیم. من کاملا با شما موافق هستم که یکی از موارد مهم که این کشور را به پیش می‌برد عملی ساختن قانون، مبارزه با فساد و تامین عدالت است که باید بر همگان یکسان باشد. از بلندپایه‌ترین مقام مانند معاون اول رئیس جمهور تا یک مرد روستایی که در هنگام دزدی مرغ گرفتار شده است. اگر پرسش ساده تری را درباره فساد بپرسم، آیا می توان گفت که حکومت رئیس جمهور غنی نسبت به حکومت رئیس جمهور کرزی کمتر فاسد است؟ این حکومت در بخش مبارزه با فساد کارهای زیادی انجام داده است. به بخش درآمدها و سطح عواید اشاره می کنم. پیش از این تقریبا درآمدی وجود نداشت، البته قسما به خاطر نبود ظرفیت، اما برخی از افراد از این پولها می دوزیدن. نمی گویم که این یک مشکل است. نمی گویم که فساد در کشور در جریان است. ما می دانیم که این یک مشکل جدی است. می توانم بگویم که از 3 یا 4 سال پیشتر اکنون میزان فساد کمتر شده است. 5 سال پیش من در این کشور بودم و بیشمار پول در اینجا بود و فرصت‌هایی از دست رفتند. میزان منابعی که حکومت وحدت ملی با آن سر و کار دارد بخش کوچکی از همان منابعی است که پیش از این وجود داشت. به نظر من حکومت با یک شیوه مسئولانه تر رهبری می شود. بله، می توانم حرف شما را مسئولانه تایید کنم. درباره انتخابات، چیزی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده است که برگزار کند. تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده که ظاهراً کمیسیون انتخابات نیز و برگزاری انتخابات در آن تاریخ مشخص باور ندارد. تا چه اندازه مطمئن هستید که سال آینده انتخابات پارلمانی و سال پس از آن انتخابات ریاست جمهوری می داشته باشیم؟ حکومت به گونه واضحی گفته است که در سال 2018 میلادی انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد. در 7 جولای.
خواهیم دید. حکومت گفته است که در روز هفتم ماه جولای چیزی که باید انجام داد کار بیشتر است. گام‌های زیادی نیاز است تا برای برگزاری انتخابات برداشته شوند. آیا از اصلاحات در نهادهای انتخاباتی راضی هستید؟ ما در یک جهان کامل زندگی نمی کنیم. اما به نظر من برای من اصلاحات کلیدی داشتن فهرست رای دهندگان بر بنیاد مراکز رای دهی است تا مردم تنها به محلاتی که ثبت نام کردن رای داده بتوانند. اگر این کار انجام شود در مقایسه با انتخابات سال 2014 میلادی گام بزرگتری در کاهش تقلب برداشته می شود. چیزی که ما در انتخابات پیشین داشتیم 85 تا 90% تقلب بگونه ای بود که برگه های تقلبی به صندوق ها ریخته شدند. بگونه مثال در مرکز های رای دهی در شرق، شمال شرق و جنوب غرب افغانستان 10,000 رای دهنده واقعی رای دادند، اما 40,000 رای شمرده شد. این کار در واقع انجام می شد. اگر این را محدود بسازیم که تنها کسانی رای داده می توانند که در بخش‌های مشخص ثبت نام شده باشند، تا اندازه زیادی مشکل انداختن رای‌های تقلبی کاهش می‌یابند. به نظر من این یک فرصت خوب است. اصلاحات انتخاباتی وضعیت بهتری را در مقایسه با انتخابات سال 2014 میلادی به میان می آورد. حکومت شما پس از انتخابات آلوده و تقلب با دستکاری در ساختار حکومت وحدت ملی نقش کلیدی داشت. بگویید مشخص رئیس پیشینتان. آیا می توانید به مردم افغانستان بگویید که حکومت افغانستان را همکاری می کنید تا کم از کم مردم را مطمئن بسازد که انتخابات گذشته تکرار نمی شود؟ خب، این یک روند رهبری شده از سوی افغانها و از آن افغانهاست. اما چیزی را که می خواهم به شما اطمینان دهم، این است که تعهد حکومت من و تمامی همپیمانان بین المللی شما این است که مطمئن شوند تا شما یک انتخابات با اعتبار داشته باشید. انتخاباتی که از آزمون افغانها پیروز بیرون آید. این درباره افغانهاست تا رهبرانشان را انتخاب کنند. این مسیر مردم سالار است که شما آن را در قانون اساسیتان برگزیدید. ما به عنوان همکارانتان حکومت و اپوزیسیون را همکاری می کنیم که همه یک جا شوند تا زمینه انتخابات شفاف در سال 2018 و 2019 میلادی فراهم شود. آقای سفیر، شما در این کشور دوبار کار کردید. چه زمانی را در بر خواهد گرفت که افغانستان از شما به عنوان یک شهروند خارجی گردشگر استقبال کند؟ نمیدانم. می خواهم برگردم. من دوستان بسیار در این کشور دارم. پیام من این است که من برمیگردم و هیچگاه با افغانستان خداحافظی نخواهم کرد. کار کردن در افغانستان یک تجربه بسیار خوب و نیرومند است. به خاطر که من برای افغانها بسیار احترام دارم. افغانها در شرایط گوناگون بسیار نیرومند و مقاوم بودند. در افغانستان چالش های زیادی وجود دارند. اما چیزی که به بیشتر افغانها برمیگردد این است که بیشترشان میخواهند کشور بهتر و زندگی بهتر برای کودکان و برای دخترانشان داشته باشند. آنان آموزش و پرورش بهتر می خواهند. آنان خدمات بهتر می خواهند. و این یک نکته بسیار مهم و خوب است. شمار کسانی که آسیب و ویرانگری می خواهند بسیار اندک است. کسانی که بسیار تندرو هستند و به این باور هستند که از راه خشونت به اهداف بسیار شومشان دست یابند. بنابراین من بسیار خوشبین هستم که اراده بیشتر مردم افغانستان صلح است و اراده دارند تا کشورشان را بهتر بسازند و می خواهند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به میان آید. من خوشبین هستم. افغانستان چیزهای زیادی به دست آورده است. پیشرفتی که در 15 سال اخیر به دست آمده است. شما در 15 سال آینده نیز همین گونه پیشرفت خواهید داشت. افغانستان اگر پیشرفتی را که در 15 سال اخیر به دست آورده است در 15 سال آینده نیز به همین گونه پیشرفت کند، افغانستان یک کشور کاملا متفاوت خواهد بود و من اینجا برای ماهیگیری و یا اسکی بازی خواهم آمد. آقای سفیر، سپاس از وقتتان. خوشحال شدم با شما بودم. سپاس فراوان از شما.